اهمیت ورزش‌های رزمی از نظر اسلام. ورزش کشتی پیش از اسلام. روایت کشتیگیری پیامبر و امام علی علیه السلام. اسلام برای تندرستی و سلامتی ارزش زیادی قائل است و به همین خاطر احادیث زیادی از ائمه و بزرگان دین وارد شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند مؤمنی که قوی و نیرومند باشد از مؤمن ضعیف بهتر و دوست داشتنی تر است. همچنین در جای دیگری می‌فرماید خوشبختی برای کسی است که دین اسلام را پذیرفته و در آمدش او را تأمین می‌کند و دارای بدنی توانا و قوی است. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نیکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نیکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. بسیاری از ورزش‌ها که در اسلام به آنها اهمیت داده شده و یا شرط بندی بر آنها جایز دانسته شده و یا خارج از محدوده لغو محسوب شدند، بدین جهت است که رزمی بوده و توان مبارزه مسلمین را بالا می‌برند. از جمله این ورزش‌ها می‌توان از سوارکاری و تیراندازی و شنا نام برد. بنابر این هر ورزشی که توان رزمی مسلمان را افزایش دهد، هرچند در آیات قرآنی و یا روایات اسلامی نامی از آنها برده نشده باشد، از نظر اسلام محبوب و مطلوب خواهد بود. کاراته، تکواندو، جودو، جوجیتسو، کوهنوردی، دفاع شخصی، دو میدانی و آموزش‌های رزم تن به تن و سرنیزه نیز می تواند از قسم ورزش های رزمی محسوب شوند. امروزه ارتش های بزرگ و نیرومند دنیا با کماندوها و نیروهای ویژه عملیات های دشوار و خطرناک این ورزش ها را آموزش می دهند. خدای متعال در قرآن کریم تقویت قوه دفاعی را ملاک برای مطلوبیت دانستن می فرماید: در برابر آنها، یعنی دشمنان، آنچه توانایی دارید از نیرو و اسب سواری آماده و مهیا سازید. در اینجا آمادگی رزمی به طور کلی مورد تأکید قرار گرفته و ذکر اسبان ورزیده به عنوان یک نمونه رزمی مربوط به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و موجب تخصیص نمی شود. امروزه می توان به جای اسب از تانک، هواپیما، هلیکوپتر و غیره نام برد. ورزش در احادیث. اسلام برای تندرستی و سلامتی ارزش زیادی قائل است و به همین خاطر احادیث زیادی از ائمه و بزرگان دین وارد شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند مؤمنی که قوی و نیرومند باشد از مؤمن ضعیف بهتر و دوست داشتنی تر است. همچنین در جای دیگری می‌فرماید خوشبختی برای کسی است که دین اسلام را پذیرفته و در آمدش او را تأمین می‌کند و دارای بدنی توانا و قوی است. امام علی علیه السلام می‌فرمایند تندرستی و سلامتی از برترین نعمت هاست. امام حسین علیه السلام می‌فرمایند در تمام مدت عمر خود برای سلامتی و حفظ تندرستی بدنهای خود کوشا باشید. انواع ورزش در اسلام. دو و میدانی. دو و میدانی ورزشی است که به عنوان مادر ورزش‌های دیگر مطرح می‌باشد. در روایات مطرح شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گاهی با افراد مسابقه دو می‌دادند و گاهی حضرت برنده می‌شدند و گاهی دیگران. اسب سواری. پیامبر صلی الله اسبی به نام ازبا داشتند
که با آن با اصحاب خود به مسابقه می پرداختند و غالباً پیروز می شدند و گاهی هم شکست می خوردند. امام باقر علیه السلام می فرمایند رسول خدا مسابقه اسب دوانی ترتیب داده و جوایز را از مال خیش پرداخت می کرد. شنا از جمله ورزش هایی که به آن سفارش شده ورزش شنا می باشد. امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله نقل می کند که آن حضرت فرمودند فرزندانتان را تیر اندازی و شنا بیاموزید. تیر اندازی یکی دیگر از ورزش هایی که اسلام روی آن تأکید کرده تیر اندازی است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حق فرزند بر عهده پدرش این است که به او نوشتن، شنا کردن و تیراندازی را بیاموزد و روزی او را تنها از راه حلال و پاکیزه تهیه نماید. پیاده روی یکی از ورزش هایی که نیاز به امکانات خاصی ندارد و حتی فرد می تواند در منزل نیز آن را انجام دهد پیاده روی می باشد. گفته شده 15 دقیقه پیاده روی در عین اینکه ورزش سبکی است باعث چالاکی و نشاط می شود و همچنین انقباض ماهیچه ها را از بین می برد. امام صادق علیه السلام خرمی را در چند چیز می داند. پیاده روی، اسب سواری و شنا کردن را جزء آنها برمی شمارد. کشتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شبی به خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدند. امام حسن و امام حسین در سنین کودکی بودند. آن حضرت به آنها فرمودند به پا خیزید و با یک دیگر کشتی بگیرید. آنها هم برخاست و کشتی گرفتند. دیگران نیز آنها را تشویق می کردند. همچنین پیامبر اکرم صلی الله از محلی عبور می کردند که دو نفر در حال کشتی گرفتن بودند. حضرت آنها را از این کار منع نکردند. وزنه‌برداری پیامبر به جمعیتی رسیدند که در حال بلند کردن وزنه‌های از سنگ بودند. ایشان معیارهای معنوی را برای قوی‌ترین فرد بیان کردند. حضرت از آنها سوال کرد برای چه این کار را می‌کنید؟ جواب دادند برای اینکه قوی‌ترین و زورمندترین فرد را بشناسیم. پیامبر فرمودند آیا دوست دارید من بیان کنم برای شما چه کسی از همه نیرومندتر است؟ گفتند آری. حضرت فرمودند قوی ترین فرد آن کسی است که هنگام خوشنودی رضایتش او را در باطل و زشت داخل نکند و هنگام عصبانیت او را از محدوده حق بیرون نکند و وقتی قدرت یافت به آنچه حق او نیست دست نبرد. ورزش کشتی پیش از اسلام. روایت کشتیگیری پیامبر و امام علی علیه السلام. عرب‌ها قبل از اسلام ورزش کشتی را می‌شناختند و به نحوی مایه مباهات و فخرشان بوده است و ملاکی برای قوی بودن مردهای عرب بوده است، چرا که فرد قوی فرد ضعیف را به زمین می‌زد. با وجود نکاتی که از تمدن اسلامی و ورزش گفته شد، متاسفانه تعداد کمی از تاریخ نویسان توانستند ورزش کشتی در صدر اسلام را ثبت کنند. از جمله آنها علامه جلال الدین سیوتی المصری است که در نامه‌ای زیبا با عنوان شتاب به سوی کشتی از ورزش کشتی در زمان پیامبر و خلفا و همچنین اولین کسانی که با توجه به سنت پیامبر به این ورزش پرداختن صحبت می کند. او در کتابش توجه ما را به این نکته جلب می کند که پیامبر صلی الله در مناسبت‌های مختلف با اصحاب خود این ورزش را انجام می دادند. نقل شده که پیامبر صلی الله با یکی از یارانش به نام رکانه کشتی گرفت و او را به زمین زد. در بعضی از روایات منقول است که پیروزی پیامبر صلی الله بر رکانه دلیل اسلام آوردن او بوده است. بیهقی از ابن اسحاق نقل می کند که پیامبر صلی الله به رکانه فرمود اسلام بیاور. او در پاسخ گفت اگر می دانستم آنچه می گویی حق است مسلمان می شدم. پیامبر صلی الله با وجود اینکه می دانستند رکانه یکی از قوی ترین مردان عرب است فرمود اگر با تو کشتی بگیرم و پیروز شوم
به حقانیت من یقین میکنی؟ و رکانه گفت بله. پس رسول خدا با او کشتی گرفت و او را سه بار به زمین زد. رکانه فریاد زد او ساحر است، تا به حال چنین سحری ندیده بودم، تا زمانی که پهلویم به زمین برسد در مقابلش هیچ بودم. در مقابل کسانی مانند ابوالاسد، اسید ابن کلده، ابن جمح الجمحی بودند. او بارها پیامبر را به مبارزه خواند و بارها شکست خورد ولی ایمان نیاورد. بسیاری از صحابه در کشتی گرفتن قدرت و مهارتشان معروف بودند، از جمله آنها علی علیه السلام و عمر ابن خطاب بودند. همانطور که ابن قتیبه در کتاب المعارف علی علیه السلام را اینگونه توصیف می کند: با هیچ کس کشتی نگرفت جز آنکه او را به زمین زد. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.